افغانستان کشور مهاد به خشکی است که میزان بروز حوادث طبیعی مانند زلزله، رانش زمین، برفکوش، طوفان، سیلاب در کنار زمستان‌های سرد و طاقت فرسا، خشکسالی در آن بسیار بالا است. در تازه‌ترین گزارشات از ننگرهار گفته شده است که باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها پنجشنبه شب در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت خسارات جانی و مالی را به بار آورده است. اما مقامات در وزارت دولت در امور رسیدگی با مبارزات حوادث طبیعی از سر این حوادث خبر می‌دهند. سروی ها آغاز شده امروز، تعداد فامیل ها سروی شده و تعداد فامیل های دیگر هم تا عصر سروی می شود. پروسی سروی جریان دارد به همکاری سایر نهادهای دولتی و مؤسساتی که با در ولایت ننگرهار همکار هستند. عمر محمدی تاکید کرد که بر اساس ارقام نخستین، دو کودک در ولسوالی کامه و یک کودک در شهر ننگرهار جان باختند. از سوی دیگر دفتر والی ننگرهار اعلام کرد که در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت 250 خانه مسکونی و حاصلات 100 جریب زمین زراعتی در شهر جلال آباد و ولسوالی های سرخرود، کوت، مومندره، کورکنر، بتیکوت، بیسود و دوربابا آسیب دیده است. گلاب منگل والی ننگرهار به اداره مبارزه با حوادث هدایت داده است تا سروی دقیق را انجام و به خانواده های آسیب دیده کمک توزیع شود. گفتنیست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی انتظار دارد که تا پایان امروز شنبه سروی ها تکمیل و نظر به اولویت ها روند کمک رسانی آغاز گردد.